پس تو اینا ما سه دسته سوال درست داریم، با اینا کاری نداریم، کل نزده ها رو نگه میداریم. کل نزده ها رو چیکار میکنیم؟ نگه میداریم. بسیار عالی. حالا میخوام بگم در پروسه تحلیل آزمون دانش آموز عزیز من دونه دونه باید چیکار بکنه. اول از همه میام این دوتا رو هایلایت میکنم، نزده و غلط ها رو هایلایت میکنم. خب نگرشون میدارم، اینو تو اسلاید بعدی توضیح میدم. میرم سراغ سوالات درست و نامسلم. اگر سوالی رو درست زدید و رو گزینه هاش نامسلطین، تو رو خدا، تو رو خدا از توی پاسخنامه تحلیل نکنید، برید کتاب درسی و جزوتون همون یه خط، همون یه پاراگراف، همون دو خطی که مرتبط با اونه رو بخونید. بخون دنباله این نباش سریع تموم بشه. سوال میشه آقا چرا؟ مگه اون تیکه رو ننوشته؟ چرا نوشته؟ ببین وقتی تو آماده هستی. آفرین. نه بجز لغمی آماده، یه مشکل دیگه جدی داره، یه مشکل دیگه جدی داره. شما میگی من یه مطلب رو بلدم ولی ناقص، سوالش هم درست زدم، اما این ناقصیه نشون میده چی؟ یعنی آها، یعنی تو کناره، یعنی تو کنار اون مطلبی که بلدی، توی شکلش، توی پاورقیش، توی خودرابیازماییدش و 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 چه اتفاقی افتاده؟ دوروبریاشو خوب بلد نیستم، جا انداختم. شما میگی خب جا انداختم، توی پاسخنامه نوشته یاد میگیرم. میگم از کجا معلوم که کنار اون یه نکته دیگه هم بوده که ندیدی؟ تو میای از شکل کلیه یه چیزی رو بلد نیستی، از کجا معلوم از یه جای دیگه شکل کلیه هم یه نکته باشه که بلد نیستی؟ پس اگر سوالی رو تسلط ندارید، حتی اگر درست زدید، برید از جزو و کتاب درسیش مجدد بخونید. این از این حله. ولی پاسخنامه رو هم نگاه بندازید. پاسخنامه اصلا نکته آخر، اصلا آخرش پاسخنامه است. آره آره، اون که حتما پاسخنامه رو که همه نگاه میکنن، اونی که نگاه نمیکنن رو ما بهشون میگیم. حالا ما دو سری رو اگه یاد باشه هایلایت کردیم. من یه هایلایت اینجا بنویسم. دو سری رو ما هایلایت کردیم. کدوما؟ نزده رو. غلطا و نزده. نکته اول اینه که بری از تو کتاب نگاه بکنی؟ نه. نکته اول اینه بری از تو پاسخنامه نگاه بکنی؟ نه. نکته اول اینه که به هیچ جا نگاه نکنی، مجدداً باید حل بکنی. بچه ها هر سوالی رو که غلط زده بودید یا نزده بودید، خواهش میکنم نه پاسخ تشریحی بخونید نه کتابش رو ببینید. چیکار میکنین؟ مجدداً حل میکنین. بچه ها وقتی اینا رو مجدد حل کردین، واضح میبینید خیلی از اینا مثل هلو حل شد، سر جلسه استرسی، استرابی، چیزی بوده و این هلوها حل شد. حالا توی همین هلوها تحلیل بکنیم یا نه این هلوها میشن سالم، مثل سالم ها تحلیل میکنی. یعنی اگر بعضی رو شک داشتی از توی کتاب درسی، یعنی برطرف کردنه برطرف کردن چی؟ شک، هلوه دیگه، شک کم رو برطرف بکنم. بریم قسمت دوم. یه سری سوالات رو کماکان غلط میزنین و یه سری سوالات رو کماکان نزده میذاریم. بسیار عالی. سوال از ما میپرسن سوالشون چیه؟ سوال جالبیه. همه سوالات نزده گند زدم. همه سوالات نزده باید تحلیل بشن. نزده هایی که بعد دوباره مونن. نه، چه سوالاتی وارد تحلیل مون شه قایم جان؟ تو دوربین سوالاتی که مبحثشو خوندیم. فرض کن شما فیزیک 12 مثلا موج و نوسان نخوندی، کلشو نزدی، چه تحلیلی میخوای انجام بدین؟ اصلا بلد نیستی، چه تحلیلی؟ پس فقط سوالات نزده ای رو تحلیل میکنیم
که مطلبشون رو خوندیم، اما کل سوالات غلط رو ما چیکار میکنیم؟ تحلیل میکنیم. سوال پیش میاد آقا، سوالات غلط رو که میخوایم چیز